به دلیل رشد جمعیت، مردم بیشتر مناطق دنیا با مشکل کمبود منابع مواجهند. علاوه بر کمبود منابع، پدیده خشکسالی نیز ممکن است در هر ناحیه‌ای اتفاق بیفتد و این موارد مهمترین دلایل اهمیت توجه به افزایش بهره‌وری در همه زمینه‌ها از جمله دامپروری است. در حرفه دامپروری، یکی از راه حل‌های دستیابی به سود بیشتر و تأمین نیازهای جامعه توجه به چند قلوزایی گوسفندان است. دامپروری یکی از قدیمی ترین حرفه هایی است که انسان ها از دیرباز به آن مشغول بودند و توانستند بخشی از نیازهای خود را از این طریق برطرف سازند. اما به دلایلی گاه دامپروری صرفه اقتصادی نداشته و سبب ایجاد ضرر برای کسانی می شود که به این کار مشغولند. از مهمترین دلایل افت بازده این شغل بالا بودن میزان هزینه هاست. به هر حال برای تأمین گوشت، شیر و پشم راهی جز توجه به افزایش نرخ بهره‌وری برای این صنعت وجود ندارد. از این رو محققان به فکر استفاده از نژادهایی مانند گوسفندان چند قلوزا افتادند. برخی از نژادهای گوسفندی در جهان مستعد چند قلوزایی اند، اما بخش عمده ای از این نژادها این استعداد را ندارند. برای داشتن گوسفندان چند قلوزا نیازمند بهره‌گیری از روش‌های نوینی هستیم که با استفاده از برنامه‌های اصلاحی می‌توان این خصوصیت را به دام اضافه کرد. برای این منظور کارشناسان در حال کار بر روی تشخیص نژادهایی هستند که این ژن‌ها و سلول‌های جنسی مرغوب را دارند تا از این طریق بتوان به این هدف دست یافت. اواخر مهر ماه به یک مجتمع کشت و صنعت در جلگه رخ شهرستان تربت حیدری آمدیم. این مجتمع در زمینه‌های مختلف دامپروری فعالیت می‌کند. از جمله نگهداری و پرورش 14,000 رأس گوسفند. کارشناسان مختلفی در اینجا به عنوان یک مرکز اصلاح نژاد بخش خصوصی بر روی اصلاح نژاد گوسفند، دوقلوزایی و همچنین دوبارزایی مشغول تحقیقند. با خرید تعدادی قوچ هتروی برولا از زنجان، کار اصلاح نژاد گوسفندان افشار به اصطلاح ایستگاه پرورش گوسفند توسعه بسیار خوبی پیدا کرده و ما تونستیم هر سال بیش از 300 رأس بره قوچی و قوچ نر هتروزیگوت رو به دامداری های مختلف استان در جهت افزایش دوقلوزایی و بالا بردن راندمان تولید دام توزیع کنیم و کمک خوبی رو در امر تولید گوشت در سطح استان و کشور داشته باشیم. در کشورهای مختلف چند نژاد گوسفند جزو بهترین نژادهای دوقلوزا شناخته شدند. توجه به گوسفندان چند قلوزا در کشور ما نیز افزایش یافته و دامداران بیشتر ترجیح می‌دهند تا از این نژادهای اصلاح شده برای گله‌های خود استفاده کنند. در حال حاضر خوشبختانه در کشور ما کارشناسانی که در زمینه دامپروری تحصیلات دانشگاهی دارند دست به کار شده و با سرمایه‌های کم یا زیاد توانستند به موفقیت‌های خوبی دست یابند. این افراد با توجه به دانشی که دارند و به کارگیری روش‌های جدید میزان بهره‌وری در شغل دامپروری را به میزان زیادی افزایش دادند. بیشتر دامداران علاقه دارند گوسفندان دوقلوزا
یا چند قلوزاد داشته باشند. در بحث دوبار زایش یا سه بار زایش در دو سال ما داریم کار میکنیم به این شکل که میشی که آبستن میشه و بعد از 5 ماه زایش انجام میده، مدت 75 تا 80 روز بر رای خودش رو شیر میده، بعد از قطع شیر بلافاصله دام وارد چرخه تغذیه فلاشینگ یا تغذیه آماده باروری میشه. بعد از 15 روز که میشها تغذیه فلاشینگ شدن، قوچ اندازی انجام میشه. 15 روز قوچها در داخل میشها هستند و میشها تغذیه فلاشینگ دارن. بعد از 15 روز تغذیه رو سبکتر و در حد نگهداری به میشها خوراک داده میشه و بعد از 45 روز قوچها از میشها جدا شده، عمل سونوگرافی انجام میشه. فلاشینگ در گوسفندان چیست؟ هر دامداری قادر است با استفاده از فلاشینگ گوسفندان باعث چند قلوزایی آنها شود. فلاشینگ به روش جیره‌ای گفته می شود که باعث به وجود آمدن قابلیت چند قلوزایی در میش می شود. اما قبل از فلاشینگ، به دلیل وجود انواع امراض دامی که ممکن است گوسفندان را به بیماری‌های انگلی و آنتراتوکسمی مبتلا کند، باید ابتدا دام‌ها توسط دامپزشک معاینه شوند و با توجه به نظر و تجویز دامپزشک واکسن‌های آگالاکسی، بروسلوز، آبله و شاربون به آنها تزریق شود. در دام سبک دو رقم واکسیناسیون داریم. یک واکسیناسیون دوره‌ای یا فصلی هست، مثل واکسن آبله، شاربون، که اینها باید در ابتدای فصل بهار معمولا ما واکسن تزریق واکسن آبله و شاربون را داریم. یک سری واکسن ها هست که در شرایط فیزیولوژی دامه، در 1.5 ماه آخر آبستن، یعنی از 3.5 ماه به بعد، ما سعی میکنیم که واکسن های لازم رو به دام، واکسن هایی که ایمنیت رو از طریق شیر به یا جک به دره ها منتقل کنه، حتما داشته باشیم. از جمله این واکسن ها واکسن پرخوری یا آنتراتوکسومی هست، که حالا ما ممکنه در حالت‌های واکسن آنتراتوکسومی یا واکسن‌های 7 گانه یا 11 گانه یا 12 گانه استفاده کنیم که یک سری بیماری‌ها رو هم درش بگیریم، که در این ممکنه فاسترولا هم در این واکسن اصطلاح چند گانه داشته باشه. واکسن پی پی آر از جمله واکسن‌هایی است که باز در دوره آبستنی به دام تزریق میشه. مجدد در می‌گیم واکسن پرخوری رافلش رو می‌زنیم، آنتراتوکسومی رو. یک واکسن آگالاکسی داریم که به میش‌های آبستن میزنیم که ایمنیت رو در بیماری های آگالاکسی یا بیماری هایی که یک مقدار سیستم پستانی میش رو درگیر میکنه، یک مقدار ممکنه چشم های بره ها رو درگیر بیماری های خاص خودش بکنه، به بره ها منتقل کنن. بعد از تولد بره ها باز دو نوبت واکسن آنتروتوکسومی در به اصطلاح 45 روز اول تولد بره ها به بره ها تزریق میشه. همینطور اگر واکسن پاسترولا در خود این واکسن باشه که فبه ها، اگر نبود واکسن پاسترولوز و پاسترولا تزریق میشه. یکی از واکسن های دیگه که فصلی هست و حتما به میشها تزریق میشه، واکسن تب برفکی هست، که خب در سالهای اخیر دامداران ما چه دام سنگین چه دام سبک با تب برفکی مواجه بودن. ما سعی میکنیم در این اواخر برج 7 و برج 8 حتما واکسن تب برفکی رو به میشها تزریق کنیم که جلوگیری بشه از بیماری تب برفکی. هر 8 ماه در اینجا از یک گله میش ما بالغ بر باروری در شرط به اصطلاح جندارامون تقریبا میتونیم 170 تا 180 درصد برگیری داشته باشیم و در سال با توجه به دوبارزایی این عدد، اگر شرایط کاملا در وفق مراد باشه و مشکل خاصی نباشه، بیش از به اصطلاح 200 رست از هر 100 رست میش ما بره داشته باشیم با داشتن ژن برولا یا ژن دوقلوزایی و انجام عملیات دوبارزایش یا سه بارزایش در 2 سال، یعنی هر 8 ماه گرفتن به اصطلاح 1 زایش و 1.6 دهم به اصطلاح بره با شرایط دوقلوزایی 60%
میش‌های افشاری که ژن برولا رو در داخل خودشون دارن. در اولین مرحله از فلاشینگ باید 10 روز گوسفندان را در مراتع فقیر و فاقد مقادیر چشمگیر علف به چرا ببرید. اگر گوسفندها را در پرورشگاه ها نگهداری می کنیم، در طی مدت 10 روز از علوفه کم ارزش برای تغذیه آنها استفاده کنیم. در دومین مرحله از فلاشینگ باید به مدت 15 روز گوسفندان را با یونجه های تازه و مواد دانه‌ای مانند جو یا تریتیکاله و حتی ترکیبی از این دو مواد به صورت پلکانی تغذیه کنیم. در روز 13 با برنامه تغذیه 15 روزه گوسفندان مرحله سوم فلاشینگ شروع خواهد شد. در واقع مرحله سوم فلاشینگ در میان مرحله دوم آغاز می شود. در روز 13 مرحله دوم باید قوچ ها را به مدت 3 روز طوری در مجاورت میش ها قرار دهیم که فقط یکدیگر را ببینند اما ارتباطی برقرار نشود. بعد از پایان یافتن روز 15 در مرحله دوم یعنی در روز 16 تغذیه یونجه دام ها را قطع کرده و قوچ ها را در میان میش ها رها می کنیم. اما در این هنگام تغذیه دام ها توسط مواد دانه ای را به مدت 10 روز دیگر ادامه می دهیم. بعد از پایان یافتن این 10 روز باید به دام ها و گوسفندان جیره نگهداری خورانده شود. در بحث قوچ‌گذاری ما سعی میکنیم با توجه به این که همزمانی داریم یا با استفاده از تغذیه یا با استفاده از تیزر هورمون به ازای هر 5 تا 8 رأس میش از یک قوچ استفاده کنیم در سیکل اول، یعنی به محضی که 15 روز فلاشینگ تموم میشه یا اگر سیدر گذاری بود روز بعد از سیدر برداری و تزریق هورمون، خب به عنوان سیکل اول محسوب میشه. سعی میکنیم که بین 6 تا 8 رأس قوچ در بین دام ها باشه که معمولا 60 تا 65% میش ها در سیکل اول قوچ میخورن. بعد از سیکل اول قوچ ها رو نصف میکنیم. در سیکل دوم که 17 تا 20 روز بعد هست معمولا خلاش 20 تا 25% میش ها قوچ میخورن و اون 10 تا 15% آخر که در سیکل سوم هست با تعداد 1/4 به اصطلاح قوچ هایی که در گله هست اینها آبستن میشن. در خلاش بین 55 تا 60 روز سونوگرافی در گله انجام میشه توسط دکتر دامپزشکی متخصص. کلیه دام هایی که آبستن هستن و مثبت میگیرن به عنوان یک گله آبستن سبک راهی معالات در شرایط که مرتع باشه، در شرایط مراتع، در شرایطی که استفاده از پسچر زراعیمون باشه، معمولا با داشتن حلوش 350 هکتار زراعت جو و گندم در مزرعه و زمین هایی که ممکنه از اطراف اجاره بشه برای پسچر، این میش ها تغذیه در پسچر و پیدروهای زراعی میشن. اکنون به چند راهکار مناسب و عملی برای چند قلوزایی در گوسفندان می‌پردازیم. استفاده از کنسانتره مفید و کامل، ارائه آب و محیطی تمیز، تحریک مناسب رحم میش مادر برای افزایش باروری و بازدهی مناسب قبل از جفتگیری، فلاشینگ کامل غذایی، جلوگیری از به وجود آمدن اضطراب در گوسفندان، غنی‌سازی تغذیه دام با انواع مواد معدنی مناسب و مفید و بالاخره سیدرگذاری. با وجود 15 رأس گله مولد در بخش پرورش دام سبک، ما به صورت مداوم
قوچ اندازی رو در گله ها داریم، یعنی هر 20 تا 25 روز یک گله در حال قوچ خوردن هست، آبستن شدن هست، و به تبع با این شکل ما هر ماه و هر 20 25 روز یک گله در حال زایش است. یعنی برای ما دیگه فصل مثل روش های قبلی و سنتی در دام سبک معنا نداره. الان یک گله ما در حال زایش است، 20 روز دیگه گله بعد شروع به زایش میکنه، 20 روز بعد گله بعد زایش میکنه، و این زایش در طول سال به طور کامل ادامه داره و ما هر 75 روز یک گله رو قطع شیر میکنیم، بعد پشت سر گله بعدی میاد. به اصطلاح اخ شدن و مادر بره و بره مادر رو شناخت، روزها میشها برای شرا میان بیرون از داخل اون نهرته، حالا یک دو ساعت میان در داخل پسچرها گشت میزنن، شرا میکنن، یه مدت از روز رو در داخل بهاربند با تغذیه دستی تألیف میشن و باز از عصر بره ها در کنار مادر راه میشن تا فردا صبح که اینا بتونن به اصطلاح از شیر مادر استفاده کنن. از روز هفتم همونطور که عرض کردم بره ها در طول روز از تغذیه تکمیلی یا خوراک تحت عنوان پری استارتر و بعد استارتر استفاده میکنن که این به اصطلاح اهمیت بسیار زیادی داره و باعث رشد بهتر و سریعتر بره ها میشه و این که میش ها هم خیلی زیاد به اصطلاح اذیت از ذره دوشتی میکیدن شیر توسط بره ها نشه. برخی فواید اصلاح ژنتیکی گوسفندان. اصلاح ژنتیکی گوسفندان چند مزیت دارد. ضریب چند قلوزایی و تولید مثل را افزایش می دهد. سبب بهبود کیفیت پشم و شیر می شود. میزان رشد را افزایش می دهد. و باعث بالا رفتن صرفه اقتصادی می شود. محبت و زندگی شکوف به یه جهادمون شکوه تابندگی یه دشت رو به آسمون یه کوه خوش تراش سر آسین و بالا بزنیم برای یک تلاش سبز آسین و بالا بزنیم